به نام خدا و الفجر دو، ما در منطقه عملیاتی شمال شرق تهران هستیم. نگاه کن اینجا چی نوشته: مدیریت صدور مجوز اسلحه شکاری، چه اصلا هم تعمیر میکنم. اینجا نیرو هوایی نیرو دریایی تهرانه، نمیخوام از درش فیلم بگیرم. فقط ببین مرغا رو نگاه کن، اینجا شمال شرق تهرانه، میبینی مرغ دارم. مرغ دارم، بذار بریم یه ذره دور بزنیم ببینیم اسم مرغا چه شکلیه. یه خروسه، دوتا مرغه. اصلا خیلی سرش هم شمال تهرانه، دهاته بابا، دهاته. آره آخه ایرانی ها میان تو اینترنت همچی خوشین اف نشون میدن، ما مال داریم، ما مثلا غذاهای لوکس داریم، بیایید در ایران زندگی کنید. مخصوصا بانک هم نشون میدم این کجاست، کوهک. اوه موتور روشن نمیشه، هر جا میبریم هیچ کس بلد نیست. ای خاک تو سر، چرا اینجوری میکنه؟ این ماشینه رو نگاه، ماشینه رو نگاه. اوکی این عجب ماشینیه، توش گربه زندگی میکنه. بذاری دور بگیرم الکی، فقط برای خالی نبودن عریضه. این ساختمون مال چیز بوده، از زمان شاه قرار بود اینجا رو مجتمع بکنن، همینجوری مونده، 1,000,000 سال مونده. بعد از مرغا رو بهت نشون بدم، مرغا رو ببین، شمال تهران، اسلحه سازی، بانک سپه، در پادگان مرغه، مرغ و خروسه. این ماشین هم که کلن واضح میتونی بری توش بخوابی. این نگاه کن، کسایی که بی خانمان هستم میام اینجا میخوابم. البته من دیدم توش گربه هم بوده. anyway جایی هست که اصلا گربه نباشه. اینجا قبلا چیز بود، سنگ فروشی تهران اینجا بود، یعنی همین سنگای ساختمونی. خود نیروی دریایی برداشته بود اینا رو اجاره داده بود به چیز، سنگ فروشا. بعد اینجا رو گند آورده بودن و واقعا لجند زده بودن، خاک سنگ تو حلقت میرفت. حالا این مرغا که به کنار، مرغ و خروس به کنار، نون خشکی و پلاستیک جمع کنی هم به کنار، که اینا که افغانی هستن دیگه پیرمرد شدن. من تعجب میکنم اصلا کسی که مثلا افغانی هستن پیر هستن دیگه بیمه ای ندارن، چطوری کار میکنن، چطوری زندگی میکنن. این مغازه ها رو هم نگاه کن، اینجا اصلا هیچ کدوم چیز نیستن، هیچ کدوم واز نیستن، چون کلا تش بنبسته، اینجا جای مغازه زدن نیست. بعد همینجور ولنگار مونده. میگم اگه یه ذره دور و برت رو توی تهران نگاه کنی اصلا چیزایی میبینی شاخ در میاری. اما من تعجب موندم که ایرانی ها وقتی میان توی اینترنت چطوری این جاهای عجیب غریب به من نشون میدن. مثلا نشون میدن توی یه جای برگر کینگ دارن تو تهران، ولی من که میام تو تهران اینا رو میبینم. کو برگر کینگتون؟ حتی آخوندم نمیبینیم، اصلا نمیدونم اینجا تهرانه یا اونجایی که شماها تو اینترنت نشون میدین تهرانه. ما که سر در نیاوردیم. الان دم موتورم بودن این مرغ و خروس ها قطقط میکردن، اصلا تعجب کردم. نوشه نو فیک دریمز، انگلیسی هم بلد نیستم. حالا همه یک کلمه یاد گرفتم، فیک میکنم هر جا که دلشون خواست میتونم به کار ببرم. Really amazing country man. آره اینجا هم، اینجا نگاه کن چی نوشته. نوشته 1 ماه زودتر از واریز یارانه 120,000 تومان چی استفاده تخفیفات ویژه. تو ایران چیز میدن، کاله برگ میدن. بعد من نگاه کردم گفتم باید یه اپلیکیشن نصب کنی به اسم شما، حالا تو یا شما. ما نصب کردیم، گفت 600 خورده ای چیز داری، اعتبار داری، بعد فقط میتونی باش مرغ بخری. ظاهرن 0.5 کیلو هم گوشت چیز میتونی بخری، گوشت گوساله میتونی بخری، گوشت یخ زده. بعد البته بعد مثلا بری دنبالش دیگه، یعنی مثلا فرض کن کلن یه دونه
قصابی هست که اونو میفروشه، بعد به خاطر نیم کیلو گوشت و اصلا باید بری نصف شهر رو بری یه 100 تومن 200 تومن فقط پول کرایه بدی. بعد حالا کلی دارم میگم، نه اینکه مثلا من با موتور هستم آخه. بعد هیچی دیگه، نیم کیلو گوشت بگیری. بعد اینا هم تخفیفیه، فکر نمی کنم چیز باشه، کلن مجانی باشه. هرچی ازشون پرسیدم آقا اصلا یه توضیح به ما بده، آخه این چه وضع توضیح دادنه؟ توضیح دادنم تو ایران واقعا آنتیکه، مثل مدرسه رفتنهای ایرانی میمونه. یه چیز رو همچین لقمه رو میپیچونم دور گردنشون، آدم نمیدونه باید چیکار بکنه. اینجا نگاه کن، اینجا بساط کولر فروشی هست، کولر میفروشن. هوای تهران 30 و خورده درجه است. من باید پیرن بخرم، هنوز پیرن نخریدم. الان فصل آفتاب سوختگی تو تهران شروع میشه، تمام پوستت سیاه سیاه میشه. الان پوست من تازه رنگش چی شده، یعنی قشنگ متوجه میشی اینجاش سیاه شده، اینجا سیاه شده، اینجا سفیده. بعد آره هیچ چی دیگه، اگه تو تهران زندگی کنی اینجوری میشه، اصلا رنگ موهات هم عوض میشه. من رنگ موهام چیز بود، بلوند بود، یهو شده قهوه‌ای. حالا ولش کن، چی میخواستیم بگیم؟ آره چیز میدن، خدمات ویژه تو ایران میدن، کالابرگ بگیرید یه دونه. مثل زمان نمیدونم، شما اصلا تهران هستین، ایران هستین، کنون قبرستونی هستین، ولی به هر حال اگه تو ایران که بودین، دفترچه بسیج داشتیم ما زمان جنگ. بعد دفترچه چه میدونم، دفترچه های مختلف، همجوری که کاغذ دستت میدادن. بعد کوپن فروشی بود کنار خیابون، کوپن باطل شده و باطل نشده بهشون میگفتن کارهای چیز، کارهای مشاغل کاذب. حالا الان همه چی مشاغل کاذب شده، اون موقع مشاغل کاذب این بود، هیچ چی دیگه. آره یکی هم دارن اعدامش میکنن، اصلا برای مهم نیست. داشتم آخه با یه بزغاله‌ای داشتم تلفنی حرف میزدم، بعد یهو بحث سیاسی پیش کشید، بعد گفتش که حرف نزن حرف نزن. گفتم یعنی چی؟ گفت حرف نزن، الان تلفنمو چیز میکنن، کنترل میکنن. گفتم بابا چقدر تو چیز هستی. گفت آره یکی رو دارن اعدام میکنن فلان میکنن. گفتم اصلا من نمیدونم توی این مملکت چه خبره، نمیدونم اصلا کی قراره اعدام بکنن، چی خبره. یه جا میبینم پلیس وایساده، یه جا میبینم اسنپ وایساده، یه جا خروس وایساده، یه جا مرغ وایساده، یه جا حجاب وایساده، یه جا ون وایساده، یکی داره اصلا واقعا جونه این کشور. الان سابسکرایب هم از دست میدم، ولش کن. تنگس فور واچینگ. فقط میخواستم مرغ خروسا رو بهتون نشون بدم، لذت ببرین. کیلوی 65,000 تومان. آره نرخ دولتیش کیلوی 65,000 تومان. حالا جالب اینجاست که تخم مرغ 35,000 تومانه. بعد مرغ بیچاره اصلا ارزش نداره. آخه سیب زمینی از مرغ گرونتر شده، عجیبه. Have a good one. Peace out.